عروس هزار داماد، نوشته بزرگ علوی. بزرگی اتاق تقریبا 5x4 ذره بود. بالای دیوارها، در حاشیه سقف، شعله قرمزی آویخته بودند. پرده های آبی رنگی که روی درها رو به حیاط انداخته بودند، اتاق را تاریک و گرم می‌کرد. طرف دیگر اتاق، مقابل در آمده شد، پرده دیگری که یراق‌های کلفت و زرد رنگی از آن آویزان بود، یک سگوشی را تاریک و خفه می‌کرد. زیر آن یک میز بلند کم عرض قرار داشت. گنجه‌های کنار دیوار پشت میز پر از شیشه‌های خالی مشروب فرنگی بود. در خانه‌های پایین آن جعبه‌های سرخ و زرد رنگ و طلایی شکلات و شیرینی گذاشته شده بود. بیشتر آنها خالی بود. در فاصله میان قفسه و میز روی یک صندلی درازی زن چاقی که دو پستان شل او آویخته و زیر پیراهن نمایان بود شیشه های مشروب را تکان می داد و با حوله چرکتابی روی میز را پاک می کرد. بیرون اتاق دالانی بود که به خیابانها منتهی می شد. بالای در آن فانوس قرمزی تلو تلو می خورد. روی یک تکه مقوا به زبان فرانسوی کلمه‌ای نوشته شده بود. اما کسی به این تابلو اعتنایی نمی کرد. آن گوشه اتاق یک زن لاغر، بلند و میان بسته نشسته بود. هر دو آرنجش را روی میز کوچکی تکیه داده بود. سرش را به طرف گیلاسی خم کرده از میان نی زرد رنگی شربت آب لیمو می مکید. زلف‌های سیاهش از طرف چپ روی صورتش را پوشانده بود. چشمایش خمار، خسته و بیروح به نظر می‌آمد. ساعت 10 بود. یک نفر مرد ویولون به دست وارد اتاق شد. کلاهش را از سرش برداشت. نگاهی به توی آینه‌ای که به دیوار طرف راست کوبیده شده بود انداخت. ویولونش را روی پایش گذاشت. نزدیک زن چاق گنده رفت. آنجا شالگردن سفیدش را باز کرد. پالتویش را کند و به زن چاق گنده داد. موهای پشت سرش در هم و بر هم می نمود. مثل اینکه هرگز شانه و اصلاح نشده بود. زن فوری یک گیلاس ودکا برایش ریخت. به او داد و او آن را به یک جرعه سر کشید. آن وقت طرف ویولونش را در آورد. چند دقیقه بعد پیرزنی گنده تر از زن چاق آمد. به همه سلام کرد. کیف سیاه بزرگش را روی پیانو گذاشت. کلاهش را برداشت، دستی به سرش زد و همونجا نشست. همان زنی که در گوشه اتاق نشسته بود و باریک اندام بود، بدون اینکه اعتنایی به مرد یا زن تازه وارد بکند، شربت آب لیموش را میمکید. آنهای دیگر با هم فرانسه حرف میزدند. چون او را بازی نمیگرفتند، او هم به آنها تکبر میفروخت. ساز زن جعبه ویولونش را باز کرد. کمان را از گیره رها کرد، بعد دستمال سفیدی را زیر چانه گذاشت. سازش را کوک کرد و دو مرتبه توی جعبه گذارد. آن وقت به طرف گرامافون رفت. یکی یکی صفحه ها را تماشا کرد. یکی را برداشت. سوسکی گفت: بگذارید یه خورده راحت باشم. صدای زغزغ دیشب هنوز توی گوش من هست. ساز زن مثل این که تا به حال هیچ متوجه او نشده بود، برگشت نگاهی به او انداخت. میخواست که صفحه را کنار بگذارد که زن چاق گنده گفت: سوسکی شما خیلی بد، چرا این نخند؟ مقصودش این بود که چرا اینقدر بدگوشتی میکنی؟ وقتی که ساز زن این مطلب را شنید، سوزن را روی صفحه گذاشت و عروسک مخصوصی را روی میله وسط گرامافون قرار داد. صفحه که میچرخید عروسک نیز میچرخید و در اثر گردش بادی زیر پاچین گشاد و کوتاه عروسک میافتاد و بلند میشد، به طوری که پاهای عروسک تا نزدیک ران لخت بود و دیده میشد. اکنون زن چاق گنده گفت: امشب آقای فه اینجا، دیگر گرامافون نه. بعد به فرانسه به سازن گفت: میخواستم بدهم گرامافون را ببرن. این پیانو رو شبی 5 تومن کرایه کردیم. خوب است؟ زن گنده که جلوی پیانو نشسته بود دستی روی کلیدهای پیانو زد.
صدای گرامافون با آهنگ پیانو مخلوط شده بود. زن چاخ گنده گفت: گرامافون را برای این نگه داشتم که اگر مشتری ها بخواهند باشند، اگر ببینم که عده مشتری ها زیادتر می شود به شما اضافه می دهم. صفحه که روی گرامافون می شرخید یک آهنگ خراشنده ای می نواخت. When I was happy. سازن قوطی سیگارش را از جیب بیرون آورد. یک سیگار آتش زد و دود آن را به طرف زمین داد. در این وقت یک نفر مشتری وارد اتاق شد. رفت روی صندلی پهلوی میز سوسکی نشست. دو مرتبه سازن متوجه سوسکی گردید. اما سوسکی خیره به مشتری تازه نگاه میکرد. سرتاپای او را ورانداز میکرد. که ببیند میشود پولی از او در آورد. گفت: آقا چی میل داشتید؟ گفت: چی دارید؟ معلوم بود که مشتری ناشیست. گفت: هر چه بخواهید. ویسکی، آبجو، شراب، شامپاین، ودکا. سازن خیره به سوسکی نگاه میکرد. یک نگاهی به گرامافون، بعد به پیانو، بعد به ویولونش انداخت. چیز غریبی است. چه ارتباطی ما بین زندگانی گذشته او و این اتاق است؟ 15 سال میگذرد. 15 سال از او مثل دیوانه ها از شهر به شهر میرود. 15 سال است که او آواره است. چطور شده است که او امشب در این اتاق پیدایش شده است؟ چطور امشب به فکر زندگانی قدیمش افتاده است؟ سازن خود را یکی از برجسته ترین موسیقیدانهای دنیا می دانست. اما مردم او را استاد هنرمند می دانستند. مردم می گفتند که تو مطربی. اما مردمی که در زندگانی او حق رأی و قضاوت نداشتند چرا حق داشتند ها؟ ولی به شرط اینکه می فهمیدن و قضاوت هم می کردن. اگر میفهمیدن قضاوت میکردن مشکلی نبود. از میان حالتی که همان یک گیلاس ودکا در خاطره او تولید کرده بود، لب و دهان و گلوی دروغی آن سوسکی که معلوم نبود اسم حقیقیش چیست، او را به یاد بعضی از تلخترین و شیرینترین تکه‌های زندگیش مینداخت. چرا سازن شد؟ چرا خود را به این روز انداخت؟ امشب مجبور است که در مقابل 3 تومن ادای نعره های سیاه های افریقایی و عربد زن های قرمز پوستان آمریکایی را در بیاورند. آیا مردم حق ندارند که از او بیزار باشند؟ مردم از کجا می دانند که چه قوهی با او بازی می کنند؟ کی می داند که چه عواملی او را این طور کرده است؟ 15 سال پیش بود. آن وقت مردم و پدر مادرش، دوستانش او را سرزنش نمی کردند. از او بیزار نبودند. آن وقت 19 سال بیشتر نداشت. اما از همان وقت معلوم بود که او در زندگانی آدمی نخواهد شد. در مدرسه تنبل بود. معلمین همه او را سرزنش می کردند. همه رفقای مدرسه‌ای او امروز تاجر و ملاک و کارچاخ کن شدند. کوچکترین آنها اقلا ماهی 300 تومان حقوق دارند. اما او را از کلاس 5 متوسطه از مدرسه اخراج کردند. برای اینکه او تکلیف‌های مدرسه‌اش را انجام نمی‌داد. در همان ایام شب وقتی همه خواب بودند روی پشت بام در مهتاب با ستاره‌ها فال می‌گرفت که آیا خوب است از خانه پدرش فرار کند یا نه. روزها به عوض اینکه مدرسه برود تارش را برمی‌داشت و در خانه یکی از دوستانش می‌زد. گاهی شب‌ها از پشت بام همسایه صدای آواز دختری می‌آمد. صفحه روی گرامافون تمام شد. یک صفحه دیگر گذاشت. نه اینکه او این آوازها را دوست می داشت. او فقط می خواست که فکرش مشغول باشد. می خواست خود را از عالم آن اتاق بیرون کند. می خواست در بیداری خواب ببیند. سوسکی آن گوشه نشسته بود. شاید خوابش می آمد. چند نفر مشتری دیگر وارد اتاق شدند. دور سوسکی ایستادند. بعد از چند وقت با آن دختر آشنا شد. یک شب هنگامی که همه خوابیده بودند از روی پشت بام همسایه گذشت. دزدکی پشت دیوار خانه‌ای که از آنجا صدای آواز می آمد رفت. او با یک خواهر بزرگترش و یک مرد دیگر که شاید پدر آنها بود نشسته بود. از کتاب حافظ می خواند. گاهی بعضی شعرها را با آواز می خواند.
پسر از همان وقت تصمیم گرفت که حتما موسیقی را کامل یاد بگیرد تا بتواند اینجور موسیقی ایجاد کند. بعدها وقتی که آن دختر آواز می‌خواند، او هم با تار همراهیش می‌کرد. بعد رفت فرنگ و آنجا ویولون یاد گرفت. بعد از چند سال آن دختر را خواستگاری کرد. اسمش سوسن بود. زن او شد. سوسن خوشگل نبود. چه اهمیتی دارد؟ برای آوازش عاشق او شده بود. در همون روزهای اول چند مرتبه با او آواز خواند. اما این آواز آن آواز زمان بچگی آن نبود. آن موسیقی دیگر تکرار نمی شد. چقدر از دخترهای فرنگ عاشق موسیقی و جمال او شده بودند. اما او همه آنها را رد کرده بود. فقط به عشق آواز این دختر، اما این دختر که حالا زن او شده بود دیگر آنجور نمی توانست بخواند. سوسن هم او را دوست نداشت. سوسن عشق می خواست، اما سازن آواز می خواست که آن دختر نداشت. وهم بود، دروغ بود. یک سال بعد چند مرتبه قهر و بعد طلا. بعد از آن شهر رفت. برای اینکه سوسن با یک مرد دیگر آشنایی پیدا کرده بود، سازن می دانست این را، ولی نمی خواست که او را از خود براند. شاید یک مرتبه دیگر آن آهنگ گم شده را پیدا کند. او فقط آواز این دختر را دوست می داشت. تن او مال هر کس که تنش را بخواهد. او چیز دیگری را دوست داشت. مردم او را سرزنش کردند. بی غیرت، بی تعصب، مردم احمق. چند نفر از بیرون صدا زدند: سوسکی، سوسکی. برای آخرین دفعه که می‌خواستند از هم جدا شوند، سوسن یک مرتبه خواند. این آواز شبیه همان آواز اولی نبود، اما بالاخره کسی آن را خواند که آن شب تابستان در آن خانه کوچک آن را خوانده بود. آهنگ‌های بچگانه‌ای بود، اما باز یک چیزی داشت. سازن آن آواز اولی و این آواز آخری که کمی شبیه همان بود را فراموش نکرده بود، اما هیچ وقت نتوانسته بود آن را تکرار کند. لب حوض نشسته بودند. سوسن چادرش را انداخته بود و می‌خواست برود. مدت‌ها بود که دیگر نخوانده بود. اصلا این دو نفر با هم آنقدر نزدیک نشده بودند که بتوانند حرفای یکدیگر را بفهمند، همانطوری که همه زن و شوهرها با هم هستند. آن زن و شوهرهایی که با پول عاشق هم دیگر می شوند. درباره این دو نفر اینجور بود. چون سازن آن آواز را پیدا نمی کرد، زنش را دوست نداشت. شاید چون سوسن کس دیگری را دوست داشت. آن آواز زمان بچگی که تظاهر عشق بچگی است تکرار نمی شد. آن شب آخر مثل اینکه دلشان به حال یکدیگر سوخت، برای آخرین دفعه خواستند باز هم راز دل گفته باشند، با زمزمه شروع شد. ویولونش را در آورد. حوض را آب انداخته بود. این دقیقه آخر مثل کاووس سنگینی او را زیر منگنه گذارده بود. آن وقت سوسن را بوسید و گفت: برو. از آن شب دیگر از زنها بیزار بود. سازن نگاهی از زیر چشم به سوسکی انداخت. خنده های دروغی او، تلو تلو دادن تنش، دست به مکر زدن او، مسخرگی های او در نظر سازن زننده بود. با وجود این، مثل اینکه امشب بعضی از آهنگ های او آواز آخری، نه آن آواز اولی را به یادش می آورد. شاید شبیه به همان آوازی بود که از گرامافون بیرون آمد. شاید هم شبیه به موسیقی بود که از صورت سوسکی، از چشمهای پر از شهوت سوسکی، از تن استخوانی سوسکی، از موهای سیاه و زمخت سوسکی، از سر تا پای این دختر منحوس تراوش میکرد. فاصله این دختر با آن سوسن مثل فاصله آواز شب آخر با او از شب اول بود. اما بالاخره یک شباهتی بود. زن چاق در این وقت به طرف سازن آمد. دست روی شانه او گذارد و گفت: آقا، آقا، خیلی رفتی تو خط سوسکی ها.
بعد به سوسکی اشاره کرد. هر سه را دور پیانو جمع کرد. سازن مثل این که از خواب موحشی بیدار شده باشد دست به زلفهایش کشید و صورتش را توی آینه نگاه کرد. زن چاق گنده گفت: سوسکی، امشب با موسیو خوب کار کن. سوسکی گفت: اگر آنکه چند شب پیش با من دعوا کرد بیاید خوب می شود. سر او کلا گذاشت. می دانید کدام را می گویم. آنکه صورت پف کرده و قد کوتاهی داشت. در این ضمن از توی دالان صدای هیاهو بلند شد. یکی نعره می زد: سوسکی، امشب با من اول از همه باید برقصی. یک نفر مرد کوتاه و کلوفت اما جوان کلاهش را از سرش برداشت. پالتوی خط و خالی را از تنش کنده و به طرف سوسکی دوید. پشت سر او چند نفر دیگر وارد اتاق شدند. یکی از آنها که زلفهای سیاهش روی پیشانی او آویزان بود آواز می‌خواند. بعضی ها مست بودند و تلو تلو می‌خوردند. پشت سر آنها دو نفر پیرمرد آمدند. یکی از آنها عینکش را روی وسط دماغش گذاشته بود و زیر آنها نگاه میکرد. باز عقب آنها چند تا زن دیگر با چادر و بیچادر آمدند. آنکه به کلی مست بود به طرف سوسکی رفته دستی به کمر او انداخت و گفت: تخم سگ، آن شب یک مرتبه بیشتر با من نرقصیدی ها. سوسکی گفت: او کمرم را ول کن، کجا بودی که تا اینجا آمدی؟ مستی. همه زدن به خنده. سازن ویولونش را دست گرفت. موزیک شروع شد. او فکر میکرد که اینها برای چه اینجور دیوانه هستند. به نظر او آدمهایی که در این اتاق جمع بودند میرخصیدند و میخندیدند، گونه به گونه زنها چسبانده بودند، از آواز خراشنده ویولون او کیف میکردند، تن خود را به تن این زنهای مانند سوسکی میمالیدند، عرق صورت این زنها را میلیسیدند. اینها کسانی هستند که اگر خارج از این اتاق دیده شوند آدم شاید مجبور است آنها را دوست بدارد، شاید مجبور است به آنها احترام بگذارد، شاید مجبور است تملق آنها را بگوید، اما ممکن هم هست که بعضی از آنها بدشان بیاید، از آنها بیزار باشند، شاید بعضی از اینها را پست می دانند، نسبت به آنها کینه می ورزند. بعضی از آنها رئیس آدم هستند. در صورتی که همه اینها پیچ و مهره کوچکی در کارخانه بزرگی هستند. هر کدام از آنها را قوه مخصوصی بدین جا کشانده. سازن پهلوی خودش فکر میکرد: کی میداند که مرا چه قوه و یا چه قوه هایی به دینجا کشانده. در ساعتهای بعد از نصف شب دود تمام اتاق را فرا گرفته بود. بوی الکل توی ذوق میزد. سوسکی با قد بلند مثل ماهی توی این جمعیت شنا میکرد. تنهای آنها مانند صفحه های متحرک ماشین با همان آهنگ ساز به هم مالیده میشد. تکان تمام جمعیت مثل حرکت یک لوکوموتیو با همان جوش و خروش، با همان غلظت و با همان فشار رو به یک طرف بود. همه با یک آهنگ وول می‌خوردند. خیلی گونه‌هایشان را به هم چسبانده بودند. بوی عرق تنهای زنها دماغ ساز زن را می‌سوزاند. همه مردها متوجه سوسکی بودند. سوسکی از وقتی که مست شده بود گاهی نزدیک سازن می آمد. با او می خندید، با او شوخی می کرد. گاهی عمدن به او تنه می زد و بعد عذر می خواست یا نمی خواست. سازن از میان آهنگ های بشاش نعره می کشید. اما کی گوش می داد؟ دماغش تیر می کشید. دلش می سوخت. اما در صورت خشک و بیروح بود. هیچ اثری در صورتش دیده نمی شد. آنهایی که در دنیا زیاد زجر کشیدند ماسکی روی صورتشان زدند. آنهایی که زیاد گریه می کنند و به همان اندازه زیاد ناله می کنند اصلا نمی دانند درد چیست. در ساعتهای آخر شب یک قشر تاریکی از دود سیاه در فراز اتاق ملایم موج می زد. جمعیت کمتر شده بود. اما آنهایی که آنجا بودند همه مست و همه بارفته تر شده بودند.
آهنگ موسیقی و آهنگ رقص هم ملایم تر شده بود. نوای خشک و بی ارتعاش ساز مانند نعری گربه در شبهای بهار با همهمه جمعیت مخلوط می شد. گاهی یک زن و یک مرد که آنجا کاملا مست شده بودند بلند بلند می خندیدند. صدای به هم خوردن گیلاس ها و گاهی شکستن آنها بیشتر دیگران را به خنده می انداخت. مردم خسته شده بودند، اما سازن برعکس تازه دیوانگیش گل کرده بود. از چشمهای درشتش که آنها را بسته بود و با صورت خشکی که مانند جمجمه مرده به نظر می آمد، بی اختیار کمان را روی سیمهای ویولون می کشید. یک مرتبه تمام جمعیت از نظرش محو شد. خیال میکرد که این آهنگهای خشن که مردم را میخنداند از آن جعبه آهنی بیرون میامدند. آره، این اداها، این نعره های منحوس مال او نبود. گرامافون میزدند. عروسک هم با پاچین بالا زده با رانهای لخت روی آن میچرخید. تونتر و تونتر. هی هی. سوسکی تنها با یک نفر دیگر وسط اتاق میچرخید. تونتر و تونتر. جمعیت دو مرتبه به حرکت افتاد. سازن هم تا میتوانست کمان را روی زه یا سیم فشار میداد، به طوری که موهای تن آدم هوشیار و راست میشد. جمعیت میخندید. کیف میکرد. عجب سازن خوبی آوردن. اما در نظر سازن تمام این ولوله ها و هیاهوها محو بود. آن عروسک بزرگتر شد. حالا شکل سوسکی را به خود گرفت. سوسکی چرا تنها می رقصید؟ الان مگر دستش را به گردن آن مرد کلفت و کوتاه با صورت پف کرده نینداخته بود؟ مگر تنش را روی دست او تکیه نداده بود و مثل مرغ در هوا شناور نبود؟ حالا سوسکی هم تمام شد. مه سیگار تبدیل به ابرهای سفید رنگی شد که ماهتاب را بپوشاند، اما باد ملایمی آنها را پراکنده کرد. از دور از پشت بام همسایه صدای آواز سوزناکی می آمد. یک آواز مهیب. دو مرتبه سوسکی و دو مرتبه آن صورت پف کرده شهوانی مرد قدکوتا. باز هم عروسک، باز ویولون او، باز خنده و قهقهه و صدای قی کردن آنهایی که تک تک بیرون می رفتن. باز هم کثافت و باز هم نکبت. اما برای سازن باز نعره و باز درد توی همان اتاق. در همان اتاق همه رقاصها خسته شده بودند. همه منتظر بودند که اقلن یک دقیقه هم که شده از موزیک تعطیل کنند. اما سازن تازه خودش را فراموش کرده بود. تازه فراموش کرده بود که فردا هم زنده است. تازه فراموش کرده بود آنهایی را که هیچ وقت به فکر او نیستند. نگاهی به جمعیت و نگاهی هم از زیر چشمی به سوسکی انداخت. این زلف‌ها و این گلو را او می‌شناسد. اما سوسکی کجا و سوسن کجا؟ چرا؟ فاصله آنها با هم مانند نغمه های ویولون او از یک موسیقی حقیقی است. چرا؟ چرا رابطه‌ای هست؟ چشمهایش سیاهی رفت. چند گیلاس پی در پی کنیاک باز خورد. اتاق در نظرش تاریک شد. باز هم همان شب لبه حس. این دفعه خود سوسن بود. آن وقت آن آواز مهیب، آن شعری که هزار بار در خواب و بیداری شنیده بود و از یادش رفته بود. سستی قریبی بر او مستولی شد. انگشت های دستش سرد و یخ زده شد. مثل اینکه آن آهنگ داشت یادش می آمد. دو مرتبه جوان شد. مثل اینکه جانش را داشتن ازش می گرفتن. جمعیت خسته گمان کرد که سازن دیگر فرسوده شده است. می خواهد نفسی تازه کند. سوسکی می خندید. اما معلوم بود که دروغی می خندید. بلند حرف میزد، میخواست خودش را مشغول کند، ولی در باطن وضعیت سازن در او هم تأثیر کرده بود. صدایش میلرزید. پیانو زن با دستمال عرق پیشانیش را پاک میکرد. سوسکی هم یک گیلاس کنیاک خورد. تمام اینها چند ثانیه بیشتر طول
نکشید. ساز زن دو مرتبه شروع کرد. چند نفر یک مرتبه ریختند به طرف سوسکی. او هم کسی را که از همه بدترکیب‌تر بود و پیرتر بود انتخاب کرد. چرا دیگران تعجب می کنند؟ با این آهنگ که نمیشه رقصید. مردک دیوانه شده ای؟ احمق، با این ساز که نمیشود رقصید. از همه بیشتر پیر مرد بدترکیب که میخواست با سوسکی برقصد عصبانی شد. او لهجه ترکی داشت. ولولی در جمعیت افتاد. یکی داد زد: مردک گریه و نالت را بگذار برای خانه ننت. زن چاق از پشت میز بیرون آمد. به زحمت از میان جمعیت گذشت. به سوی ساز زن آمد و گفت: آقا این ساز خوب نه. فارسی گفت که مردم بفهمند. بعد همین را به فرانسه تکرار کرد. اما او که نمیدید، او که نمیشنید، او در این لحظه این زندگی را از دست داده بود. او چشمهایش را بسته بود. در صورتش اما هیچ اثری دیده نمیشد. همان نقاب بیروح در صورتش بود. زن میخواست ویولون را از دست او بگیرد، اما سوسکی که تا به حال در عرض این چند دقیقه مثل مرده خشکش زده بود به طرف زن چاق گنده رفت. دست او را گرفت، گفت: صبر کنید، صبر کنید. همه ساکت شدند. سر جای خود نشستند. دیگر پای سوسکی در کار بود. پیر مرد ترک را سوسکی آرام کرد. صورت لب او را ماچ کرد. در وسط اتاق فقط سوسکی ایستاده بود. آنهایی که هنوز حرف می زدن و یا ایستاده بودند او ساکتشان کرد. به هر کدام وعده ای داد، از هیچ کس صدا در نمی آمد. حالا دیگر سازن چشمهایش را باز کرد. خود را با سوسن، اما نه با سوسکی تنها دید. این خود سوسن بود. این همان دختری است که از روی پشت بام آواز می خواند. اما آن آواز دیگر یادش نمی آمد. این همان زنی است که لب حوض آن نغمه ها را خواند و به او یاد داد. آهسته به سوی او رفت. سوسن می ترسید و پسپسکی می رفت. آن وقت کمان را روی سیم غلت داد. آواز شب آخرش یادش آمد. این آواز روح زمان جوانی او بود. اما آن آواز زمان بچگی دیگر تکرار نداشت. اما گریه بود. سوسن می لرزید، عقب می رفت. دستش را گوشه میز کنار اتاق گذارد. تنش را به عقب تکیه داد. همه جمعیت خیره به این دو نفر نگاه می کردن. چه خوب بازی در آورده بودن. هیچ نمایشی از این قشنگتر نمیشد. اما بی موقع، آنها تازه میخواستن با سوسکی لاس بزنن. گریه ویولون شدیدتر شد. تأسف میخورد از اینکه چرا زندگیش را هدر داده بود. انتقام میخواست. میخواست انتقام بگیرد از آن عواملی که او را به این روز انداختن. آن وقت سوسن خواند. آواز خواند. همان شعری را که در شب اول خوانده بود، اما با آن آهنگی که در شب آخر خوانده بود. همان جوری که لب حوض هنگامی که آب ملایم شرشر می کرد خوانده بود: مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. کلمه است یعنی داماده است، با آن کش و هیبت آن تمام نشده بود که صدایش پیچید. از هیبت مصرع آخر آنهایی که مست بودن بدمست شدند. بعضی از اتاق بیرون رفتند، بیشتر از ترس نشستند. اما سوسن یک مرتبه از جا پرید، ساز را از دست ساز زن گرفت و بر زمین زد و ترق. سیمها از هم گسیخته شدند. همین که ویولون بر زمین افتاد، ساز زن هم فریاد زد، نعره کشید. همونطوری که حیوانات وحشی تیر خورده نعره می کشند. همه ترسیدند. زنها پالتوی خود را به تن کردند. سوسکی هم از اتاق بیرون رفت. جمعیت یکی یکی از کنار ساز زن گذشت. او نگاهش را به ویولون دوخته بود. دستهایش آویزان بود. چشمهایش باز و بیرو مانند چشمهای عروسک گچی بود. سر تا پا مثل یک مجسمه
آنجا ایستاده بود. تنها پیون زن بود که دلش به حال او سوخت. خواست او را بنشاند، اما ساز زن او را عقب زد. از بیرون صدای سوسکی می آمد. همه جز پیان و زن از اتاق بیرون رفته بودند. در دالان صدای زن چاق می آمد که با مشتری ها سر پول دعوا داشت. ساز زن مثل این که کمرش شکسته باشد با ملایمت خم شد. ویولون را از روی زمین برداشت. سیمهای پاره آویزان بودند. مانند جوان تازه عاشقی که دست به زلفان یارش بزند، دستی روی سیمها کشید. آنها را نوازش کرد. این سیمها به منزله تار و پود و جان او بودند. اما یک سیم هنوز بود. یک سیم. این آهنگ که یادش رفته بود دیگر نباید از یادش برود. این آهنگ شبیه همون آهنگ شب اولی بود. آن آهنگ شب اولی یک عمر تمام با او بازی کرده بود. شاید آهنگی اصلا نبوده. یک قوه مرموزی بود که تن و جان او را زیر گرزهای محکمی میکوفت. هرچه بود دیگر نباید از یادش میرفت. یک عمر به هدر رفته بود. حالا باید انتقام کشید. با این آهنگ دیرینگ دیرینگ عروس داماد. سه سیم پاره شده بود. او هم زد به سیم آخر. تهران، شهریور 1311. خب دوستان، این بود داستان عروس هزار داماد نوشته بزرگ علوی. سپاسگزاریم از این که ما رو شنیدید. لطف میکنید اگر ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها لطف کنید برامون بنویسید. بسیار بسیار سپاسگزاریم از این که بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.